این خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. شناخ و کشف گلزارهای درون ما عشقی والا و عمیق به خود را میکند، تا در پرتو آن تجربه نمایی رهایی از خارهای هستی، حسادت، بغض، غرور، عصبانیت، غمگینی، بیماری های روحی و در نهایت جسمی را. این گونه است که شاهد طلوع خورشیدی با تار و پود عشق از اعماق وجود ما میگردیم، و یا به گفته عطار نه یک خورشید که هزارها. اگر ز پیش جمالت نقاب برخیزد، ز ذره ذره هزار آفتاب برخیزد. در پرتو این آفتاب ها نه تنها خود بلکه جهانی را پر نور میسازیم و تجربه میکنیم سلامت جسم، نشاط روان و آرامش روح. اجازه دهید با سی دی ها و وی سی دی های مراقبه و تمرکز فکر و سمینارهای چند روزه خود در این راه پر پیچ و خم با شما همراه. عزیز، در هر کجای دنیا که هستین، امیدوارم که در نهایت سلامت جسم و آرامش روح باشین. شهبان مصور رحمانی هستم. بسیار متشکرم و از خداوند تشکر میکنم برای اینکه باز چند لحظه میتونم در خدمت شما عزیزان باشم، به خصوص امروز که روز شکرگزاری هم هست در آمریکا. و خب واقعا با تمام وجود ما از خداوند ممنون هستیم و تشکر میکنیم برای این لحظات با هم بودن که من هیچ جوی اینو دست کم نمیگیرم. برنامه که براتون امروز آوردم باز برمیگرده به برنامه چاکرای یک و مدیتیشنش، هم برای چاکرای یکه، هم برای این روزی که در واقع در سال یه روز گذاشتیم برای شکرگزاری. اما واقعا اگر به حرف سعدی نازنین توجه بکنیم، در هر نفسی که ما میکشیم دو نعمت هستش و بر هر نعمتی اگر یک شکری واجب باشه، ببینید که حالا ما اصلا چقدر کم میاریم برای این شکرگزاری کردن. یه روز که اصلا به قول معروف قابل نداره. ولی حالا سمبل این شکرگزاریه و جمع شدن افراد با همدیگه در آمریکاست و اینکه مردم از یک راه پر نشیم و فرازی به جایی میرسن و شکرگزاری میکنن. در حال میتشین امروز من فکر کنم برای همه تون یه خود باز یک نگاه دوباره بکنیم به مسائل، به خصوص اینکه در تمام دنیا، باز به خصوص در آمریکا و اروپا، مسائل مالی همه خیلی به هم ریخته. ولی قبل از تمام یه چیزم خدمتتون بگم، برای میتیشن میخوام که یا جلو آینه بشینین یا اینکه یه آینه دستی رو بیارین بغل دستتون بذارین. قبل میتیشن بعد از برگشت از پیام ها خواهیم داشت، بنابراین وقت بذارین این آینه رو بیارین. البته اگه آینه هم نبود حالا اشکال نداره، ولی آینه باشه بهتره براتون. این مال میتیشن. یه چند تا سوال شده من خدمتتون عرض کنم. میگین که مرتب از من میخواین که من زمان سوال و جوابا رو بیشتر بکنم، چون جور دیگه میگین منو گیر نمیادین. چش من این کارو میکنم، ولی هیچ جور من امکان این که بدونم کیو بعد بیارم رو خط و کی بیاد رو خط رو ندارم. یعنی ما اینجا دو تا خط داریم، این یکی مشغوله میفته رو اون یکی خط، و بعد فقط بعد زنگ بزنین و ان شاءالله که بتونیم در خدمتتون باشیم و شرمنده نشیم. امروز من این مقدار زمانی بیشتری برای این کار در آخر برنامه خواهم گذاشت. در مورد سی دی های من پرسیدین که خب من بعضیاتون در ایران اصلا نمیتونید وبسایت رو باز کنید، می‌خواستین من توضیح بدم. نازنینم توضیح سی دی ها فوق العاده زیاده، به من زنگ بزنین من در خدمتتون خواهم بود. فقط به طور خلاصه من 15 تا سی دی گوش کردنی دارم برای میتیشن که میتونید تک تکش رو داشته باشین برای شروع، و یه چیز حدود 15 16 تا بسته های مختلف میتیشن. بنابراین به من زنگ بزنین، در خدمتتون هستم. شاید هم حالا بعدها من یک دونه برنامه واقعا بذارم برای اینکه این سی دی رو بگم چی هستن، چه کار میکنن، ولی امروز اجازه بدین که فقط به هم اکتفا کنم. یک خبری رو دارم برای عزیزانی که در هستون تگزاس هستن. من در مارچ 28 و 29 مارچ سمینار چاکرا سیستم رو در هستون تگزاس میخواییم برگزار بکنیم، و 30 و 31 در ریکیو، و
البته ریکی رو هم به زبان انگلیسی خواهیم داشت هم به زبان، یعنی ریکی در واقع بیشترش میتیشنه و میشه که عزیزانی که فقط انگلیسی میدونن بیان یا فارسی هم میدونن بیان، چون در حال من بعضی جا فقط یا فارسی اینو برگزار میکنم بعضی جا فقط انگلیسی، ولی در هوستون تگزاس برای آمریکایی‌ها داریم میذاریم این ریکی. اما ایرانیای عزیزم که چه انگلیسی برونن چه ندونن خیلی خوش تشریف میارن اگه بخواد ثبت نام کنن. به همین تلفن ها به من زنگ بزنید حتما جزئیات بیشترش رو میدم. پس در هوستون تگزاس از 28 مارچ تا 31 مارچ ما در خدمت شما هستیم عزیزی اسپانسر برنامه شد. خیلی خوب، اجازه بدید من قبل از شروع برنامه یه شعری رو براتون بخونم. معمولا حال هوای برنامه منه که من عاشق شعرهای مولوی و عطارم براتون میخونم که به برنامه هم بخوره. امروز یه شعری رو که قبلا هم خونده بودم از معینی کرمانشاهی بودش و بارها و بارها از من عزیزان خواسته بودم من این شعر رو بخونم. فکر کردم امروز روز مناسبی باشه براش، برای اینکه با توجه به این مسائلی که در هندوستان اتفاق افتاده و همین دور و بر ما مسائلی که به وجود میاد و گاهی وقتا این ناراحتی‌های اقتصادی که برای افراد به وجود میاد و نمیدونیم باهاش چیکار کنیم، شاید این سوال از خودمون بکنیم که معینی کرمانشاهی سالیان قبل این کارو کرده و جالبی قضیه اینه که ما انسان‌ها عوض نمیشیم. اگر یه میلیون دیگه سالم بگذره باز ممکنه این سوال از خودمون بکنیم و جوابی براش نداشته باشیم. این شعر هست به نام عجب صبری خدا دارد. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول ظلم را میدیدم از مخلوق بی وجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یکدیگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم که در همسایه صدها گرسنه چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم، نخستین نعره مستانه را خاموش آندم بر لب پیمانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم که می دیدم یکی اوریان و لرزان دیگری پوشیده از صد جامه رنگین زمین و آسمان را واژگون مستانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم نه طاعت می پذیرفتم نه گوش از بحر استغفار این بیدادگرها تیز کرده، پاره پاره در کف زاهد نمایان صفحه صد دانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم برای خاطر تنها یکی مجنون صحراگرد بی سامان هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو آواره و دیوانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان سراپای وجود بی وفا معشوق را پروانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم به عرش کبریایی با همه صبر خدایی تا که می دیدم عزیز نابجای ناز بر یک ناروا گردید خاری می فروشد، گردش این چرخ را وارانه بی صبرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم که می دیدم مشوش عارف و آمیز برق فتنه این علم عالم سوز مردم کش به جز اندیشه عشق و وفا معدوم هر فکری در این دنیای پر افسانه می کردم. به جز اندیشه عشق و وفا معدوم هر فکری در این دنیای پر افسانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، چرا من جای او باشم؟ همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و تا به تماشای زشکاری های این مخلوق را دارد، وگرنه من به جای او چو بودم یک نفس که عادلانه سازشی با جاهل و فرزانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. واقعا گاهی وقتا ما از خودمون میپرسیم خدا رو مکتوب وجود نداری آخه این اتفاقات میفته، ولی یه جورایی باید بدونیم که همه اینا شاید لازمه، همه اینا یه جوری در جای خودش قرار میگیره که در اون ذهن جهانی انسانها رو اون
کلکتیو مایند، اون ذهن جهانی ماها رو که گاهی وقتا در وجود خودمون وقت خلاصه شده و به مسائل خودمون وقت آنچنان غرقیم که دیگه هیچ چیز رو نمی‌بینیم، یه خود ما رو بیدار بکنه. بنابراین ضمن اینکه تعجب میکنیم از صبر و طاقت خداوند یا جهان هستی یا اون قدرت مافوق، حالا هر چی اسمشو بذارید، ولی به نحوی هم یه جورایی تعدیلمون، من که اینطوری هم تعدیلم باور دارم، به حال همه اینا یه جورایی سر جای خودش قرار میگیره و دلیلی داره. حالا دلیلش رو شاید ما نتونیم با این ذهنی که الان در این سطح هستیم متوجه بشیم. عرضم به حضورتون که به آقای دکتر آلمن میگه که استرس برای مردم آمریکا در هر سال 150 بیلیون دلار خرج برمی‌داره. دلیلش هم اینه که میگه چون 60% امراضی که به دکترا مراجعه میکنن افراد، وقتی نگاه میکنم پایه و اساسش استرس یا این همون ناراحتی اعصاب. خیلی خوب، چاکرا یکم که من در خدمتتون امروز میخوام بگم، وقتی که درست کار نکنه یکی از بیماری های اون عزم به حضورتون که غمگینیه، که استرس بعد از مدتی اگه بهش توجه نکنیم تبدیل میشه به غمگینی. و به این دلیل حالا من میخوام امروز هم به تشریحش براتون شد بعد نباشه، چون یه جوری عوضتون میکنه. همین که خب اول به اجازه بدید من جای این چاکرا رو به شما نشون بدم. این 7 تا چاکرایی که تو بدن ما هست، از پایین ترینشون در اینجا و میره بالا. البته بدن ما، من بارها گفتم که، و رنگاشون با توجه به اون سرعت گردش اون به اصطلاح اون منطقه هستش فرق میکنه. البته به این صورت نیست که واقعا اینطور که میبینین گرد گرد یه جاهایی باشه. بیشتر این چاکراها در بدن به این صورت کار کنه، من اکثر قبلا هم میشونتون دارم، یعنی اون انرژی که وجود داره، انرژی که به وجود میاد در اون منطقهی که اون چاکرا هست، تمام اون منطقه بدن رو در بر میگیره و دوروبرش رو در قسمتهای دیگه بدن. بنابراین به اون صورت نگاش نکنین که چاکراها به اون صورت هستن. شما عزیزانی که اومدین روی تمنا میکنم همینطور، یعنی بعدا تشریف داشته باشید. فرم برنامه اینه که من صحبتی میکنم خدمتتون، میتیشن میدم و بعد در خدمتتون خواهم بود. رنگ این چاکرا هم تو که میدونی این مرکز انرژی قرمزه، چون پایین ترین لول گردشه، فریکونسی رو داره و رنگش قرمزه. محلش هم تو که عرض کردم و دیدیم پایین ترین نقطه ستون فقرات، عنصرش خاک، حیوانش مروچه است و اندام‌های وابسته به این چاکرا تمام اندام‌های سخت بدن هستند و سنش هم از بین سن دیولپ کردن و مسائل از سن 7 سالگی تا 10 سال، ببخشید 1 سالگی تا 7 سالگی هستش. بنابراین این مال این چاکرا به این صورت هستش. حالا مروچه وقتی شما نگاه کنید، یک تمام این سمبول های این چاکراها که یک حیوانی سمبولشون هست، وقتی نگاه میکنین میبینین واقعا چقدر مصداق داره. مروچه وقتی شما بهش نگاه میکنین میبینین که بیشترین مروچه ها یک مروچه های کارگرن و مروچه هایی که واقعا بدون اینکه سوال و جواب بکنن در یک مسیر رو میرن و یک کارای انجام میدن، برام از این دنیا میرن. یه مجاریتی دنیا رو حالا برگردین نگاه کنین، افراد تو دنیا متاسفانه باید گفت 90% در بعضی از جوامع که 99%، حالا در بعضی از جوامع 80%، ولی یه چیزی بین این رقم بسیار بزرگ، افراد عادت کردن فقط دستور گوش بکنن، فقط اطاعت بکنن و یه کاریو به طور عادت و تکراری انجام بدن. در همین آمریکا مثلا میگن که بزرگترین، یعنی این قسمت میدل کلاسش، قسمت افرادی که در منطقه در قسمت به اصطلاح اون میونگینن، یعنی نه خیلی فقیرن نه خیلی پولدار، 90% اینا فقط آرزوشون یک ماشین و یه خونه و یه ویدیو و یه رونه تیویه. اینا رو که دارن دیگه تموم شد. و واقعا هم همون کار 9 تا 4 بعد از ظهر و تمام خوشحالیشون هم از اول هفته، یعنی که آخر هفته جمعه بشه، شنبه یک شنبه بشه و بازم بشنن اون موقع هم بسکتبال و فوتبال و حالا کارهایی که اون آخر هفته انجام میدن بکنن. و واقعا اینقدر از زندگی کردن و زنده بودن و کار کردنشون به صورت تکرار شده و هیچ نوع به اصطلاح تحرک دیگه علاقه ای توش نیست، که خودشون آمار میدن که آمار سکته های قلبی در آمریکا در روز دوشنبه بیشتر از هر موقع دیگه در این مملکته. و اغلب اینا هیچ ربطی به اون کلسترول و اون ناراحتی های نارسایی قلب نداره، اغلب به این ربط پیدا میکنن که این فرد بلند میشه و میگه باز دوباره دوشنبه اومد و میره یک کار تکراری انجام میده. و بعدم میبینین که بعد از 80 سال 90 سال از این دنیا میرن و هیچ تغییری هم درشون به وجود نیومده. حتی در مورد
یعنی هیچ جور نخواستن تغییری در خودشون به وجود بیارن، حتی در مورد اون به اصطلاح پرسون شخصی ترین باوری که دارن که باور مذهبی در تمام دنیا، باور مذهبی حتی بیشتر از اون تحصیلات به افراد اثر میکنه. خیلی خوب، حتی اگه از اینا بپرسی که در مورد این باور مذهبی خودتون انتخاب کردین، حالا که رسیدی به سن 50 سالگی، 60 سالگی، 20 سالگی، یا این یک تکرار مکررات گفته شده هایی به تو هست، میگن آره دیگه بابا این کارو میکرد، مامان هم این کارو میکرد، منم دارم این کارو میکنم. و اونقدر این مسئله جلو رفته که حتی در بعضی از کشورها شخص رو اجازه نمیدن که باور مذهبیشو بخواد یه نگاهی بکنه یا عوض بکنه. حالا به هر دلیلی نشون میده که ما میخوایم مجاریتی مردم، تعداد زیادی از آدم‌ها در یک باور و در یک لول نگه داریم که بتونیم حکمرانی بکنیم. دقیقاً این چاکرا یکه. حالا به محضی که شما با خودتون کار بکنید و از این چاکرا عبور بکنید، گذر بکنید، بعد سوال براتون به وجود میاد. عرضم به حضورتون که من این امراض جسمی این چاکرا رو خدمتون عرض کنم. امراض جسمی سرطان هستش، سرطان پروستات در آقایون و سرطان تخمدان و رحم و در اون منطقه در خانم ها. وقتی که این چاکرا درست کار نکنه، وقتی ما نگران هستیم که این دنیا دنیای ما نیست، روماتیسم که دیگه از بیماری های این چاکرا است، بیماری های جنسی هستش، ضعیف بودن قدرت دفاعی بدن و بیماری هایی که در مفصل به وجود میاد و تمام بیماری هایی که در بافت های سخت بدن استخوان هست به نظر میسه مال این چاکرا است. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میتیشن این چاکرا رو انجام میدین، بعد از مدتی میبینین که البته خب اگه شما 50 سالتونه و 20 سال یک بیماری رو دارین، خب بعد یه مدت طولانی این میتیشن رو بکنین. میتیشنش هم با صدا و رنگش هستش، با رنگ قرمز. نفس عمیق رو میکشین، پاتون رو زمین بذارین، موقع میتیشن مجسم کنین که از زمین یک نور قرمز گرم و با یک حرارت مطبوع باید کف پاها میکنین، اینو به صورت دو تا ستون میارین در اون منطقه چاکرای یک گردشش میدین و بعد در موقع بازدن کلمه لامو با صدای بلند بدون اینکه هیچ گونه فشاری به خودتون بیارین که طولانی ترش بکنین، چون باز زمان بگذره و شما عادت بکنین، بیان میکنین به این صورت رنگ قرمز رو میکشین و میارین در اون چاکرا. موقع بازدن میگین لام تا هر جایی که اجازه بدین. به مرور میبینین که لام گفتنتون طولانی تر میشه. این مدیتیشنش که بعد از مدتی اگه شما این کارا بکنید میبینید که چقدر این بیماریاتون کمک میشه که کم کم بهتر و بهتر میشه و اغلب گاهی وقتا بعد از مدتی از بین میره. غمگینی مشکل روحیش کجاست؟ غمگینی دائمی، همین دپرشنی که اینقدر مشکل، مال همین چاکراست. چون ترسایی که ما داریم، این ترسی که ما داریم از هر نوع ترسی که شما بخواید فکر کنید، ترس از بیپولی، ترس از اینکه من نتونم مشکلات مادی رو برطرف کنم، ترس از وسواس های شدیدی که ما داریم، تمام اینا، ترس از گرسنگی، تمام اینا ترس هایی هستش که به این چاکرا بستگی پیدا میکنه. چون اگر به بیان دیگری ما باورمون باشه که ما در این به هر حال یک قدرت دیگری وجود داشته که ما در این دنیا هستیم و ما فعالیتمون بکنیم، محاله که گرسنه بمونیم. پس این ترس یک ترسی که فقط یک حباب، یک واقعیت نداره و مال این چاکراست. خصیص بودن از خصوصیات این چاکراست. کسی که مرتب از نداری صحبت میکنه، کسی که میدونه پول تو بانک داره ولی خرجش نمیکنه، خود خواه بودن و خودش آدم مرکز دنیا دیدن از این چاکرا هستش. خیلی خوب، ما میگیم که صحبتام طولانی شد، اجازه بدیم بریم برای یه تبلیغ و برگردیم. میتیشن رو در تقدیمتون میکنم، آماده بشین برای میتیشن و بعد در خدمت شما عزیزان هستیم. باشین با ما، برمیگردیم. اصلا مسیر زندگی رو عوض کرد. اصلا این برای من تجربه فوق العاده قشنگیه. سمینار بسیار جالبیه. عالیه، خیلی. من الان سومین بارم میام، اگر هزار بارم باشه میام. و با جالب بود و عشق و آرامش که من از این سمینار رو گرفتم واقعا نمیتونم بیانش کنم با زبان، فقط باید همه بیان حسش رو. سمینار برای من بهترین چیزی که داشت این بود که احساس میکنم کشفای خیلی زیادی درون خودم میکنم با سفری که میرم توی اون عمر خودم و خیلی خودم بهتر میشناسم. در سمینار چاکراها شما بین یک تا دو یا حداقل یک تا دو ولی بین سه تا چهار تا از این مراکز انرژی بدن رو حس میکنید. عالی بود، انگار
اینقدر مفید بود که اصلا احساساتی شدم نمیتونم اون چیزی که هست بیان بکنم، ولی حق نداشت. خیلی عالی. و چیزی که آرزو داشتم سالها بود خواب نداشتم و با نوارها سیدی های خانم رحمانی که در شب از اون استفاده میکردم به خواب به راحتی میرفتم و نیازی به استفاده از هیچ نوع قرصی هم نداشتم. در یک کلمه هر چی بگم کم گفتم. در سمینار ریکی شما انرژی رو حس میکنید و بعد از اینکه اومدین دو روز اونجا با در خدمتتون بودیم میتونیم تا آخر عمر به خودتون انرژی بدین و از این نعمت جهان هستی که در دور و برتون استفاده کنید برای سلامت جسم و جان و روح خودتون. سلامت روح و روان و منبع همه خوشبختی ها در خود است. برای دستیابی به این گوهر هستی و حس کردن آرامش درونی سفری به خیشتن خیش باید. اجازه دهید با دیسک های تمرکز فکر و مراقبه در این سفر هستی بخش همراه شما گردم. قابل توجه علاقمندان به کارهای خانم مصور رحمانی، برای ابتیال سی دی ها و دی وی دی های ایشان با شماره تلفن 858-485-6596 و یا وبسایت و ایمیل ایشان تماس بگیرید. چرا هست این که هر کس که دمی به دو فرو شد، نه از او خبر بماند نه از او نشان براید. منم و غم تو دایم که کسی که در غم تو، به تو در گلی غمگین ز تو شادمان براید. ز پی تو جان عطار اگرش قبول باشد، ز مکان خلاص یابد چو بلا مکان براید. این صحبت لامکانی که عطار و عرفای ما میگن و بعد ما در میتشیم، بارها من خودم قبلا گفته بودم وقتی شما میتیت میکنین یه حالتی پیدا میشه که مثل این که با همه چی با جهان هستی یکی شدین و یه حالت این بدنتون سختی بدن رو حس نمی کنین. حالا همون خانمی که براتون من صحبت کردم، خانمی کتاب مایستر فرامین سار که براتون صحبت کردم، بارها در موردش صحبت کردم، ساینتیست مغز هستن، اومدن بعد از اینکه حالا ریکاور خوب شدن و دورانی مقدار بهتر شدن، یه تحقیق کردن ببینن آیا این حالتی که ایشون بهشون دست داد که فقط با سمت راست مغز در تماس بود و اشخاصی که میتید میکنن در موردش میکنن، آیا جایگاهی در مغز داره یا نه، مغز چه اتفاقی درش میفته وقتی یه کسی میگه من احساس میکنم که با همه چیز یکی شدم یا خودش احساس کرده با همه چیز یکی شده. و اومدن یه چند تا افرادی که میتیت میکردن سالیان سال، این روگی های به اصطلاح هندی و اینا رو آوردن، گفتن شما میتیشن تونو بکنید، ما هم این سیما رو وصل میکنیم به مغز و کار مغز رو زیر نظر میدیم، ببینیم شما وقتی به اون عمق میتیشن که میرین که دیگه در واقع با همه چی یکی هستی، ما میخواییم ببینیم کجای مغز فعالیت بیشتر میکنیم، کجای مغز به فعالیت بیفته، چون الان دیگه معلومه هر قسمت مغز یک کار خودش داره. و ببینید چی جالب، وقتی این کارو کردن در آخر این کتاب نشون میده، چون در یه جای اول کتاب میگه که من خیلی دارم خواست ببینم آیا این احساس من است که دارم میکنم به عنوان یک محقق مغز در جایی از برین من در مغز من اثر داره یا نه، و اینا متوجه شدن بله کسی که میتید میکنه در این قسمت ان شاءالله دیده بشه، در این قسمت مغز یک فعالیت خاصی به وجود میاد و این فعالیت باعث میشه که شخص احساس کنه که با تمام، یعنی اون بدن فیزیکی خودشو دیگه احساس نمی‌کنه و احساس یکی بودن با جهان هستی می‌کنه. بنابراین همونطور که بارها گفته شده و عرفا ما گفتن، همون این کهکشان‌ها و این تمام عظمت دنیا رو که می‌بینی در اونها همونی هست که در ما هم وجود داره. بنابراین میتیشن رو انجام بدید و اون وقت لذتش اون آرامش، لذتش اینه که اون در این قسمت مغز یک فعالیت خاصی به وجود میاد، یک هورمون خاصی رها میشه در بدن و شما احساس آرامش میکنید. حالا اون تجربهات روحانیش ما اصلا به اون کار نداریم، ما الان که با دنیای علم داریم به مسئله میتیشن نگاه میکنیم، میبینیم که وقتی این کار انجام شد، شما در همین الانی که حضور دارید با انجام میتیشن آرامش پیدا میکنید،
اعصابتون راحت میشه، مشکلاتتون سر جاش باقی خواهد موند، ولی دیدگاه شما عوض میشه. پس بنابراین میتیشن به من انجام بدید. این چونه برای میتیشن امروزم بود، براتون جالب خواهد. بسیار عالی. انشالله که اون آینه رو آوردین یا جلو آینه نشستین، اون آینه رو بذاریم بغل دستتون و اجازه بدین که انتون اینو بگم، این میتیشن رو همه میتونه انجام بدین، هر سنی از بچه های 7-8 ساله تا آدم های 90 سالش فرق نمی‌کنه. میتیشن جالبه. در این حالت راحت قرار بگیرین، هر جور که راحتین، فقط یه جوری باشه که بعدن که من خواهش خواهم کرد آینه جلوش ببینین، خودتون تو آینه یا آینه نگه دارین، بتونین این کارو بکنین. یک نفس آرام و عمیق از راه بینی بکشین و همراه اون چشماتون رو ببندین. اجازه بدین هر لحظه که میگذره با هر کلمه‌ای که از من میشنوین اون آرامشتون دو برابر بشه. نفس آرام و عمیق دیگه باز از بینی بکشین و در ذهنتون از تمام انرژی سالم کننده جهان هستی و زیبایی های آرامش که در جهان وجود داره دعوت کنین که وارد بدنتون بشین و اجازه بدین که تک تک سلول های بدنتون در اون آرامش فرو بره و کاملا ریلکس و رها بشین. در بازدم هرچی که دوست ندارین در بدنتون باشه، اگه بیماری جسمی، اگر ناراحتی روحی، مجسم بکنین که به صورت یک دود مشکی رنگ یا خاکستری رنگ همراه بازدم میدینش به جهان هستی. احتیاج ندارین، شما و جهان هستی یکی هستین و میشه که اینا رو تصویر کرد به نحو بهتر برای جهان هستی. پس با خیال راحت ناراحتیاتون بدین به جهان هستی، کاملا ریلکسین، فوق‌العاده آرومین. زبان رو در دهان ریلکس کنید، عضلات صورت رو ریلکس کنید و اجازه بدید به خودتون که با هر نفسی که میکشید و با هر صدایی که دور و برتونه شما آرامشتون بشه ده برابر. و حالا به دست راست خودتون تمرکز کنید، مجسمش کنید. ببینید آخرین باری که با این دست یک عمل خوبی انجام دادیم، چه برای خودتون چه برای دیگری، لیوان آبی رو خوردی، به کسی آبی دادی، چکی نوشتیم به کسی دادی، برای خودتون یک کار خوب کردیم، یک کاری که واقعا زیبا بوده با این کار انجام دادیم، اونو مجسم بکنیم که با این دست انجام دادیم. حالا چشمات رو باز بکنیم، آینه رو بدون خودتون بگیریم و به دست راستتون نگاه کنید. فقط به دست راستتون تو آینه نگاه کنید و یه مجسم کنیم ببینیمش و بعد مجسم بکنیم ببینیم میتونیم ببینیم میتونست این دست اونجا نباشه، میتونست این دست راست نداشته باشه. خودتون رو ببینید که دست راست ندارید، به جای اون دست که الان وجود داره تو آینه میبینیم ببینیم یک فضای خالیه. چه احساسی دارید اگه این دست رو نداشتید؟ احساست رو حس کنین در کجای بدنتون و حالا چشمان رو ببندین. یک در ذهنتون یک بوسه بزنین به دست راستتون یا حتی اگر میتونین دست راست رو بیارین در مقابل خودتون و بهش بوسه بزنین و تشکر کنین برای همه این کارهایی که برای شما انجام داد. اجازه بدین هر لحظه که میگذره آرامتر و ریلکستر بشین، کاملا رهایی، فوق‌العاده آرومین. از خداوند برای داشتن دست راست تشکر بکنید و اگرم الان دست راست نداریم واقعا برای زمانی که داشتیم، اون زمانی که این دست رو داشتیم، اجازه بدید هر لحظه که میگذره آرامتر بشین، کاملا ریلکس. و حالا به یاد بیارین که لباتون رو به یاد بیارین و ببینین، حس کنین لبتون و ببینید آخرین باری که با این عضو بدنتون به دیگری عشق خودتون رو هدیه دادین کی بوده. بوسه برگونه فرزندتون، بوسه بر دست مادر و پدر پیرتون، بوسه بر لبهای همسر یا معشوقتون
کی بود که از این عضو با تمام وجودتون لذت بردیم و یک تجربه زیبایی داشتیم؟ کاملا ریلکسید، فوق‌العاده آرومید. احساس در کجای بدنتونه؟ و حالا چشاتونو باز کنید، تو آینه نگاه کنید و تمرکز کنید به لب‌هاتون. خوب به لباتون نگاه کنیم و حالا ببینیم میتونیم اگه این لبها رو نداشتیم و فقط یک حفره اونجا بود، چه احساسی داشتید؟ این لبها رو شما نداشتید، این لبها رو چه احساسی داشتید؟ چه قیافه اونجا مجسم بکنیم برای خودتون؟ کاملا ریلکسین، فوق‌العاده آرومید. چشما رو ببندید. از جهان هستی، از خداوند تشکر کنیم برای بودن لبهاتون در جایی که قرار داره. به شما میتونید قد نعمت بودن رو حس بکنین و سلامتی رو حس بکنین و لذت ببرین از این عضو بدن. و اجازه بدین هر لحظه که میگذره آرامتر و ریلکستر بشین. کاملا ریلکسین، فوق‌العاده آرومین. و حالا چشما رو باز کنین، باز توی آینه به سینه، به قفسه سینه خودتون نگاه کنین. ببینید آیا میتونید مجسم کنید، ببینید اون ششها رو در بدنتون. اگر میتونید ببینید اینا کجا هستن، چه عضو بدنن، در کجای بدن قرار دارن و چه کاری برای شما انجام میدن. اگر میتونید مجسمشون کنید و حالا چشها رو ببندید، در ذهن از این عضو بدن تشکر بکنید اگر میدونید کجا چه کاری انجام میدن، و اگر نه باز بدون که در قفسه سینه تونن از خداوند و جهان هستی برای داشتن این نعمت تشکر بکنی. کاملا ریلکسین، فوق‌العاده آروم. و حالا هم تو با چشای بسته داریم به بدنتون تمرکز میکنیم. ببینیم میتونین عظمت وجود خودتون رو حس بکنیم که چندین هزار بیلیارد سلول در بدن شما داره فعالیت میکنه، برای اینکه در همین لحظه شما این احساس رو داشته باشین و این کلمات رو بشنوید. آیا میتونین ببینین که چی اتفاقی داره میفته؟ آیا عظمت وجود خودتون رو حس میکنین؟ با یه لبخند از تک تک سلول‌های بدن تشکر بکنین و بهشون بگین که دوستشون دارین و مطمئن باشین که در هر شرایطی که شما باشین، چه این شرایط از دیدگاه و فکر شما با اون افکار خاصی که دارین شرایط خوبی باشه، چه شرایط بدی باشه، این سلول ها قضاوت نمی کنن و بهترینشو برای شما انجام میدن. بنابراین از هر لحظه که میگذره از این نعمتی که دارین، بدون هیچ گونه احتیاج به هیچ چیز خارج از وجودتون، از جهان هستی میتونیم تشکر بکنین و از خداوند که یک همچین عظمتی، یک جهان این چنینی و شما دارین بهش آگاه میشین. کاملا ریلکسین، فوق‌العاده آروم. اجازه بدین هر لحظه که میگذره آرامتر و ریلکستر بشین. و من حالا از یک تا سه میشمونم. وقتی گفتم سه میتونید چشاتون باز کنید و دنیای پر از عشق لبخند بزنید. یک، هر لحظه که میگذره شما سالمتر میشین، آرامتر میشین. دو، کم کم میدونین کجا هستین، به خودتون بیاین. و سه، چشا رو باز کنین و به دنیای پر از سلامتی، عشق و نعمتی که وجود داره لبخند بزنین و تشکر کنین از خداوند. حالا از حالا شما اجازه میتونین تشریف بیارین روی ایر. اجازه من به شما که شاید نمیدونستین شوشا در کجا قرار داره نشون بدم این قسمت بدن رو. ببینین قسمت سیاهی مال افرادی هستش که سیگار میکشن یا اعتیاد دارن. این قسمت خوبه. هر وقت شما هم که سیگار میکشین این قسمت رو مجسم بکنین در بدن تو. و همچی که از کردم این همچی کتاب هایی بگیریم با بدن خودتون آشنا بشین. جانم بفرمین، رحمانی هستم. الو. الو. سلام علی. سلام عیزم. علی شما. خانم کجا مایی؟ بله عیزم، من خودم اینجا هستم. بفرمین نازنین. خوبی؟ ملکه هستم. بله بله، ملکه نازنین از آلمان. جونم عیزم، حالتون چطوره؟ ممنون. خواستم فقط صحبت رو واقعا بشنم. خیلی وقت بود نیده بودم من دفعیت ندارم. بعدم یه سوالی داشتم خانم. الان ملکی جان، الان روی ایر هستی، میخوای روی ایر این سوال رو بکنی یا نه؟ الان برنامه زنده است و روی ایر هستی، چون گفتی ساتلایت نداری. میدونم فقط یه سوالی داشتم. بگو عیزم، شما میتونیم یک هفته هم برای خودتون وقت بذاریم؟ به چی کار کنیم؟
من اصلا آی لاف یعنی واقعا دلم خواهد بکنم، ولی مسئله وقت من برای خودم نیست، برای دخترمه. من با توجه دقیقاً چون دختر من مرسه میره الانم که تینیجره و احتیاج به بودن مادر داره همه جا، چون سفر طولانی که من اروپا میام و بعد الان سفرهای کوتاهی که باز در آمریکا دارم، یه جورایی دلم میخواد موقعی بتونم بیام این سفرها که دخترم با من بیاد و الان امکانش نیست، ولی با تمام وجود دلم میخواد این کارو بکنم و دلم میخواد برم اونجا اصلا بمونم. باورت نمیشه ملکه جان، دلم میخواد برم اونجا بمونم. سفر شما به خیر باشه، انشالله که حتما در خدمتتون خواهم بود، حتما. مرسی عزیز. خیلی ممنون. مرسی عزیز. مرسی عزیز. منم همینطور. خدافظ نازنین. جونم بفهمین رحمانی هستم. سلام رحمانی. سلام. سلام مهناز جان، حالتون چطوره؟ عالی، خدا رو شکر. مرسی. خانم رحمانی من یه سوالی داشتم. بفهمین. یکم بلندترم صحبت کن نازنین. بفهم. سوال داشتم از حضورتون در رابطه با چاپراست سمیناری که توی ایران داشتم، در رابطه با ریکی جایگاه‌های چاپراها رو توضیح داده شد توی این جلسه و یه نفر سوال کرد از این کسایی که توی سمینار شرکت کرده بود، مبنی بر اینکه در بیمارستان میلاد تهران عکس از اورا گرفته میشه و آیا وقتی که ما میگیم یه چاکرا بسته است، یعنی اینکه جای اون چاکرا از مکانش حرکت میکنه به جای دیگه میره یا نه، خاطر اینکه این عکس رنگهاش جاهاش عوض میشه در عکس. اوکی. من میخواستم اینو ازتون بپرسم. ممنونت هستم مهنا جون، مرسی. میخوای از روی گوش کنم. مرسی از تلفنت عزیز دل، خیلی متشکرم. از این موضوع اولا چقدر جالب برای من که بیمارستان میلاد در ایران این کارو میکنه. من 7-8 سال پیش که شروع کردم برنامه گفتم هیچ شک نکنین که در 10 سال آینده در تمام بیمارستانا به زودی هم این کار خواهد شد که اول از شما از اوراتون و از چاکرا عکس میگیرن، بعد بهتون میگن حالا باید چک کن. ولی اینی که این چاکرا جابجا میشه، نه اینطوری نیست. مثلا به عنوان فیزیکی بخوام بگم، شما یه وقت پاتون میپیچه، قوزک پا جابجا میشه، ولی بعد جا میندازن. در انرژی بادی ما وقتی که چاکرای درست کار نکنه، مثلا چاکرای سه یهویی بهش ضربه بیاد، از اون فریکوئنسی خودش میاد پایین تر. ما این رنگ ها، رنگ قرمز پایین ترین حالت به اصطلاح گردش این رنگ رو به وجود میاره، بعد میره چاکرای دو و سه. وقتی که چاکرای سه مثلا لطمه میبینه، یهو به جایی که اون زرد باشه قرمز میشه. چرا؟ چون فریکوئنسیش کم شده و بعد حالا باش کار کنن. یادتون باشه خیلی کسایی هم که این ماشینا رو میارن، متاسفانه تجربه شخصی ندارن یا اینکه نمیدونن چجوری ترجمه بکنن، ولی خدا رو شکر این کارو میکنن. مرسی عزیزم. جانم بفهمید، رحمانی هستم. الو. بله بفرمایید. خودم هستم نازنی، صداتون یکم بلندتر بفرمایید جونم. شما در کجا هستی نازنی؟ ببخشید من در اورنج کانتی هستم. اوکی. شما یه لطفی کنید، اولا ریکی رو یاد بگیری. ریکی بسیار کمک میکنه. البته من نمیدونم ریکی و انرژی درمانی به سبک ریکی که من خدمتتون مرتب صحبت میکنم، اینو تشریح ببرین یاد بگیرین. من خودم گاهی وقتا کلاسای میذارم در سن دیگو، ممکنم به زودی در اورنج کانتی این کارو کنم. این انرژی که شما به چشم میدی چرا اون عصبو فعال بکنه، البته بستگی داره که اون عصب چقدر از بین رفته، من نمیدونم. یه کاری دیگه هم که میکنیم، برین همون بسیار بافت های چشم برید یک اصلا کتاب ها بگیدین و ببینید چشم سالم با عصب سالم چه جوریه. بعد تو میتیشن که میکنین، اون چشم رو با اون حالت سالم مجسم بکنین و به خودتون هم مرتب بگین من چشمم روز به روز، لحظه به لحظه که میگذره، سالم و سالم تر میشه و انشالله که حتما نتیجه میگیرین. خواهش میکنم. حتما انشالله. شما برای زنگ بزنید، تلفنتون رو برای من بعد از برنامه بذارید، ما به شما اطلاع خواهیم داد. مرسی عزیزم، قربان شما. جانم بفرمایید، رحمانی هستم. روزتون بخیر خانم رحمانی. روز شما هم بخیر، قربان شما. خانم رحمانی من چند تا سوال ازتون داشتم. حالا از اولی شروع کن ببینم جونم. خانم رحمانی اولا این برنامه
کجا هستین شما؟ من آریزونا هستم. اوکی. ما روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11 صبح برام برنامه زنده است که در همین زمان هم شما میتونید روی afnl.com کامپیوتر ببینید بازپخش 100% این برنامه روزهای جمعه شب ساعت 11 تا 12 شبه. ولی از اونجایی که هم شماها به این برنامه لطف دارید هم عزیزان آقای میچی نازنین و جمشید خان لطف دارن، معمولا گاهی وقتا چهارشنبه بعد از اونم باز تکرار اضافه میذارم. واقعا از همینجا میخوام ازشون تشکر بکنم، چون برای اون باز پخش اضافه‌ای که این نازنینان میذارن هیچ نوع هزینه‌ای دریافت نمیکنن. از همه شما ممنونم که این لطف دارین. جانم عزیزم، این جواب سوال اوله. دومیش چیه؟ دست شما درد نکنه. دومین سوالم این بود که خان رحمانی، این مدیتیشنی که الان دارید، اولا که من چطوری میتونم حس کنم که جد عمره تو اون عمری برم که چیزی که دوروبرم میگذره نتونم حس کنم، یعنی در مدیتیشن بله تمام این از اون سوالای 1,000,000 دلاریه. برای اینکه تمرین ما همین کارو می‌خوایم بکنیم و این فقط به تمرین و تمرین. گفتن که به یک کسی گفتن دور دنیا چقدر طول چقدر راه برده، گفت قدم برده ببینم چه جوری. اولین راهش همین قدم برداشتن و انجام میتیشن ها هستش. بعد قدم بعدیتون کار کردن با تنفس هاست و با سیدی لیدینگ میتیشن. در آمریکا هم هست، من خودم 15 تا سیدی لیدینگ میتیشن دارم که شما این با این سیدی ها خیلی آسون میتونین تمرکزتون رو نگه دارین و عمیق‌تر ریلکس بشین. و گاهی مواقع اغلب عزیزان به من یه چیز که خیلی میگن تو سی دی ای من گوش میکنم، میگن من دفعه اولی که گوش کردیم اصلا قشنگ‌ترین تجربه زندگی اون بود، دفعه بعد هی دیگه ذهنمون برمیگشت. دلیلش هم این بود که دفعه اولی که شما گوش میکنید ذهن غافلگیر میشه و به همین دلیل من انواع اقسام درست کردم، چون ذهن رو بعد اونقدر غافلگیر کرد تا شما آروم بشید. به مرور که این کار انجام میدین بدن، چون این فقط حرف نیست، بدن به اصطلاح یک مواد شیمیایی مختلفی رو تولید میکنه در اثر این امواج مغز که تغییر پیدا میکنه. حالا بعد از مدتی که شما این تمرین رو کردین، هم بدنتون با شما همکاری میکنه، هم ذهنتون همکاری میکنه، هم با اون تنفسا. و انشالله این تجربه‌ای که همین خانم در موردش صحبت کرده بود که این خانم یادتون باشه اتفاقی اینو تجربه کرد، حالا میگه من خودم دیگه نمیتونستم باز به اون مرحله به این آسونی برم، چون سمت چپ مغز من فعال شده بود. و به همین دلیل آوردن افرادی که سالها میتید میکردن و برای کار تجربهشون برای این امتحانی که با کامپیوتر کردن استفاده کردن. بنابراین در یک کلمه تمرین و تمرین و تمرین عزیزم. جونم سوال بعدی تو. خانم رحمانی، این سیدی هایی که شما میفرمایید آیا مثل همون، چون قبلا من یه سری ویدیو تیپ هایی رو از شما گرفتم که شروع کردم نگاه کردم و چاکراها رو استپ بای استپ تیکه به تیکه شما کاور میکنید. این همونه نه؟ اونا تقریبا ما اینا رو بیشتر ادیت کردیم، خوشگلترشون کردیم. قبلا ویدیو بود، بعد شد وی سی دی. سی دی های من نرفتیم تو استودیو مخصوص میتیشن من به اصطلاح درست کردم که اون وقت گوش میکنید، ولی اینا همزمان با همون ویدیو های وی سی دی هایی که دارین قابل انجامه، یعنی همشون در واقع همین کار میکنه ولی به نوعی مختلف و امکانات مختلف. من یه چیز همونجا خدمتون بگم، سی دی های من وی سی دی های من به قول آمریکایی‌ها میگم مانی بک گارانتی. من به شخصه به هیچ عنوان یک قرون، یک شاهی، یک پنی کسی رو نمیخوام که وارد زندگیم بشه اگر که طرف بکنه ارزش نداره. بنابراین شما نازنینان چیزی نرین دست بدید، سفارش بدین براتون میفرستیم هر کجای دنیا باشین، دوست نداشین برمیگردین و پولشو میگیرین. مرسی. آخرین سوالم بگو عزیزم. ببینم این تجربه که همین الان با مدیتیشنی که دارین، تجربه که من خودم این مدیتیشن رو که کردم بی اختیار شروع به گریه کردم. این پاک کننده، معناش بسیار خوبه. ببینید ما این احساس هایی که احساس نکردیم در بدنمون، چه چیز جالبی گفتیم، مرسی، در بدن ما انباشته شده. وقتی شما مدیتیت میکنید مثل اینکه در این تمام این بسته بندی هایی که در جاهای بدن به خصوص در ناحیه سینه و قفسه سینه ما انبار میکنیم باز میشه و این انرژی ناخواسته میاد بیرون، یا به صورت فریاد یا به صورت بیشتر به صورت گریه. در سمینارهای من گریه های یعنی بر افراد میبینم ببینید چه جور، چون این مدیتیشن پاک کننده است. من دو سه هفته پیش خدمتتون عرض کردم فرق این کار مدیتیشن با تاک تراپی اینه که ما میریم تو سورس، یعنی اون
با میتیشن شما بدونی که دیگه اختیار داشته باشین کنترل کنین، بدونی که اختیار داشته باشین با صورت با سیلی صورتتون رو سرخ کنین، با تمام وجودتون احساستون احساس میکنین حتی اگه ندونین چه خبر شده، و این به صورت این انرژی های مونده به صورت عشق میاد بیرون. و تعجب نکنی وقتی میتیشن رو شروع میکنین شاید واقعا سالها بعد در زمان میتیشن شما گریه بکنین و بعد سبک میشین. این گریه من میگم گریه مستقیم. ما یه زمانی فکر میکردیم مثلا تو فارسی میگیم گریه دلو جلا میده، الکی گریه الکی برای یه آدمی که ما نمیشناسیم دلو جلا نمیده، فایده هم نداره، ما فقط عادت کردیم. وقتی شما در میتیشن در عمق وجودتون میرین و اون گریه ها باز میشه، این اشکا میاد بیرون و عظمتش اینه که شما بعد از مدتی سبک میشین. ادامه بدید و ببین چقدر جالب میشه. یک دنیا ممنون خانم رحمانی، ان شاء الله همیشه سالم و سلامت باشید و سایتون به سر خانواده و وجودتون برای تک تک بیننده هاتون باشه. مرسی عزیزم، ممنونتون برای تمام اطلاعاتتون. مرسی نظری، مرسی. همچون شما انشاءالله که سالم باشین و ادامه بریم میتیشن. جون عزیزم بفرمایید. رحمانی هستم. الو خانم رحمانی، سلام علیکم. سلام عزیزم، من میخواستم یه سوالی خدمتتون بکنم. بفرمایید. خیلی ممنون در ضمن از برنامه خوبتون. من الان برنامه لایو درست؟ بله روی این پخش میشه. بله، میخواستم بپرسم که من الان یه برادر 28 سالم و دو ماه پیش از دست دادم و واقعا خیلی مشکل بوده برای خانوادم و خودم و خواهر برادرم، و میخواستم بدونم که شما در مورد این مسئله واقعا چرا نمایی میکنید برای کسایی که یه همچین مسئله دارن. اوکی، کجا هستی نازنین؟ من دنبر هستم. اون وقت تونستی برادر در دنبر بوده در ایران بود؟ بله. برادر در کجا فوت کردن؟ نه خیلی، برادرم در ایران بود. شما ندیدین ایشون؟ نه خیلی. اوکی، یه نفس عمیق الان بکش. به مدرسشون رفتم اونجا و خب مامانم و یکی از خواهر برادرم اونجا هم، دو تا خواهرم از آلمان اومدن. اوکی، یه نفس عمیق بکش عزیزم. ببینید، مرگ یه قسمتی از زندگیه. من در این زمینه قبلا بارها صحبت کردم، میتیشنای مخصوصی دارم که خیلی هاتون براتون جالب بود. الانم سه تا وی سی دی دارم که در مورد میتیشن، در مورد چگونه کنار اومدن با مرگ عزیزانه، و یک سی دی هم دارم به نام سی دی نسیمی از دریای عشق که من اشعاری از مولوی و عطار رو انتخاب کردم که تمام پیام دهنده است. البته همه اشعار اینا پیام دهنده است، ولی پیامایی که من میگیرم. ببینید، شما با وقتی که میتیشن رو شروع کنید و میتید بکنید، میتونید با این عزیزان تماس برقرار کنید و این هیچ چیز هوکس پوکسی نیست، به همین سادگی. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم ما انرژی هستیم، دنیای علم به ما میگه ما انرژی هستیم، در وایبرت های مختلف هستیم. حالا تنها کاری که ما باید بکنیم، باید این سرعت گردش خودمونو بیاریم بالاتر تا بتونیم با اون عزیزی که از این بدن فیزیکی رها شده رفته، اونم سرعتشو میاره پایین تر، بتونیم باش تماس برقرار کنیم و ببینیم و حس کنیم که بابا دنیا تموم نشده. مثل یک سفره، مسلمه که ما همه ناراحت میشیم وقتی عزیزی از دست میدیم. حتی اگه خود منم که اینو باوردم، با تمام وجودم که دنیا تموم نمیشه و ما ادامه داره این راه و ما هم دیگه رو میبینیم، ولی خب وقتی عزیزی رو که میشناسم از نزدیک از دست میدم، مطمئن باشین که گریه میکنم، مطمئن باشین که ناراحتم، ولی چون فیزیکلی ما میخوایم گاهی وقت هم دیگه رو بغل کنیم، اینو باهاش عادت میکنیم بعد از مدتی. ولی وقتی که یاد بگیرین در میتیشن با این افراد چگونه رابطه برقرار کنین، بعد که میبینین هستن بهتون پیام میدن، سبک میشین. و بعدم یادتون باشه ما همه وقتی میریم تو این دنیا، ما انسان ها برای خودمون یه چهارچوبی گذاشتیم که من باید به دنیا بیام، 80 سال عمر بکنم، زن بگیرم، بچه دار بشم، شوهر بکنم، بعد نمیدونم بچه هامو عروس کنم، بعد نوه‌دارشم، بعد بمیرم. ما برای خودمون یه چهارچوب گذاشتیم که طبیعت اصلا تو اون چهارچوب جا نمیگیره. اون وقت چون خودمون این چهارچوب رو گذاشتیم، حالا که طبیعت درش جا نمیگیره، فریاد اون با آسمون میره. نه، ما ببینیم بچه به دنیا میبره از دو روز فوت میکنه، بچه به دنیا میاد نابغه است و همون روزی که میره بهش میگن تو در تمام کشور اول شدی، فرداش فوت میکنه. ما میبینیم تمام این اتفاقات میفته. برادر نازنین شما، اینها اگر ما باور بکنیم که ما اختیار داریم، ما انتخاب کردیم به نحو یک باورم اینطوریه که بیایم و همینقدر به قدر در این دنیا باشیم. چون ماها باورمونه که این دنیا همه چیزه، حالا میخوایم برادر و خواهر و بچه و عمه همه با ما باشن تا 90 سالگی. این باور رو ما باید باش کار بکنیم که این درست نیست. اصلا این قراردادهایی که ما میذاریم، اصلا قراردادهای خنده‌آوری برای جهان هستی. ولی
بنابراین نازنین به من زنگ بزن برای برنامه و من در خدمتتون هستم و بگم چیکار میشه کرد. این زنگ تلفنو که شنیدین اینه که من گفتم برنامه‌ام تموم شده. من شما ممنونم، شما عزیزان دیگه میتونین برام زنگ بزنین با من صحبت بکنین، من در خدمتتونم. اجازه بدین که من شعر آخر برنامه‌ام تقدیم همه شما عزیزان بکنم. حتما شما من زنگ بزنین باهاتون صحبت کنم. این شماره همین شماره که زنگ زدین بعد از برنامه و تمام مدت 24 ساعت در اختیارتونه. زنگ بزنین، تمنا میکنم شماره هاتون رو آروم بذارین و دو بار بذارین و من حتما بهتون 3-4 روز وقت بدین زنگ میزنم با هم صحبت میکنیم. مرسی نازنین من، حتما به من زنگ بزن. مرسی، خدافظ نازنین. ممنون همتون هستم، بسیار متشکرم از اینکه با من بودین تا این لحظه. از اتاق فرما خیلی تشکر میکنم. اجازه بدین من شعر آخر برنامه تقدیم همه شما نازنینان بکنم، ضمن اینکه باز توجهتون به سمینارهای ماه می خودم در فرانکفورت و اسلو و هلند جلب میکنم. این تلفن همیشه در اختیارتون هست، میتونید زنگ بزنید، پیام بذارید. و اجازه بدین شعرم از عطار براتون انتخاب کردم. این همین خیلی قشنگه. در عشق روی او ز حدوث و قدم مپرس، گر مرد عاشقی ز وجود و عدم مپرس. مردانه بگذر از ازل و از ابد تمام، کم گوی از ازل ز ابد نیز هم مپرس. کرسی سینه تو عرش است، دل درو، این هر دو نیست جز رقمی و از رقم مپرس. واقعا تمام عظمت ما این قلبمون، و یادتون باشه در همین تحقیق سمت چپ سمت راست مغز ما با قلبمون رابطه مخصوص داره. به همین دلیل ما با اون قسمت عشق رو حس میکنیم، دوست داشتن رو حس میکنیم. چون تو بدین مقام رسیدی دگر مباش، گم گرد در فنا و دگر بیش و کم مپرس. یک ذره سایه باش تو اینجا در آفتاب، اینجا چو تو نتویی ز شادی و غم مپرس. واقعا در میچشه وقتی حس میکنیم با جهان هستی یکی هستیم، دیگه شادی و غم ها همه میشه یک حبابی که فقط باید باشون برای مدتی چه با کار کرد، ولی مطمئن باشین اصل قضیه نیست. هر چیز کان تو فهم کنی آن همه تویی، پس تا که تو تویی ز حدوث و قدم مفروض. این تو همون وجود ماست که فکر میکنیم همه چیزه، و واقعا در جهان هستیم ما قسمتی از اون هستیم. حالا آخرش میگه عطار، اگر رسیدی این جایگاه تو، در لذت حقیقت خود از علم مپرس. چرا؟ چون وقتی شما به اون جایگاه میرسی که میدونی عظمت با عظمت جهان هستی یکیه، دیگه غم و غصه انقدر از پا درتون نمیاد. با تشکر از اتاق فرمان در اله آقای جمشید خان و آقای میچی، و تشکر از تک تک شما عزیزان، تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. مرسی. جانم بفهم. این خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. شناخ و کشف گلزارهای درون ما عشقی والا و عمیق به خود را می‌کند، تا در پرتو آن تجربه نمایی رهایی از خارهای هستی، حسادت، بغض، غرور، عصبانیت، غمگینی، بیماری‌های روحی و در نهایت جسمی را. این گونه است که شاهد طلوع خورشیدی با تار و پود عشق از اعماق وجودمان می‌گردیم، و یا به گفته عطار نه یک خورشید که هزارها. اگر ز پیش جمالت نقاب برخیزد، ز ذره ذره هزار آب. در پرتو این آفتاب‌ها نه تنها خود، بلکه جهانی را پر نور می‌سازیم و تجربه می‌کنیم سلامت جسم، نشاط روان و آرامش روح. اجازه دهید با CD‌ها و VCD‌های مراقبه و تمرکز فکر و سمینارهای چند روزه خود در این راه پر پیچ و خم با شما همراه. سفری به خیشتن خیش همراه با شهبر مصور رحمانی، شنبه ها ساعت 10:30 بامداد و تکرار برنامه چهارشنبه ها ساعت 4:30 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران.